یکی از هواداران نیوکاسل شب گذشته در میلان هدف ضربات چاقو قرار گرفت. در بازی امشب اینتر برابر رئال سوسیداد، هاکان چالهانوغلو و خوان کوادرادو در دسترس نخواهند بود. مربی یونیان برلین وعده داد که امشب برابر رئال مادرید نمایشی خوب و آبرومندانه خواهند داشت. دیتمار هامان، اسطوره باشگاه بایر مونیخ، معتقد است که این تیم باید پیروزی پرگلی برابر منچستر یونایتد داشته باشد. ژائو فلیکس، ستاره جدید بارسلونا، امیدوار است که بتواند عملکردش را در همین سطح حفظ کند. جولیان آلوارز، زننده دو گل سیتی مقابل ستاره سرخ، از اینکه ارلینگ هالند موفق به گلزنی نشد ابراز تأسف کرد. روزنامه اشپیگل آلمان خبر داد که یولیان ناگلزمان، 36 ساله، استاد جوان تاکتیک، به عنوان سرمربی جدید آلمان انتخاب شده است. جوردان هندرسون، کاپیتان سابق لیورپول، میگوید پیش از حضورش در عربستان هیچ تصوری از این کشور نداشته، اما اکنون از انتخابش راضی است. اشرف حکیمی پس از گلزنی مقابل دورتموند در دور اول لیگ قهرمانان اروپا شادی گلی انجام نداد. و اینکه دیگو سیمیونه، سرمربی اتلتیکو مادرید، با وجود از دست دادن برد در دقایق تلف شده تأکید کرد که حس خوبی دارد.